بعد از گذشت سالها که ما در غربت بودیم و خب انقلاب شکل دیگه‌ای به خودش گرفته بود در داخل کشور، یه مقدار نارضایتی و گرفتاری‌هایی که مردم براشون پیش اومده بود، وظیفه خودم میدونستم و اصولا وظیفه هر هنرمندی در هر رشته‌ای هستش که بتونه مشکلات جامعه رو منعکس بکنه در کارش. با اینکه حتی در آهنگ‌های شادی که من اجرا می‌کردم این مسائل رو عنوان می‌کردم در شعرها، ولی کافی نبود، باید یه مقدار قوی‌تر با این مسئله برخورد می‌کردم. توی سرزمین خورشید سر گل‌ها رو بریدن، روح سبز هر درخت و در این زمینه میتونم از آهنگ‌های شاخصی مثل وقتشه نام ببرم که شعری از ایران اومده که متاسفانه خب طبیعیه هیچ نمیشه اسم شاعرش رو گفت، ولی شوبرت آهنگ قشنگی روش گذاشته بود و من اجرا کردم. بوی تند خون و بارود، نفس باد و گرفته توی این هوا. عکس العملی که مردم داخل ایران نشون میدادن نسبت به این نوع آهنگ ها منو تشویق کرد که بتونم تولید بیشتری انجام بدم. آهنگ تهران رو سعی کردیم موزیک ویدیوش رو طوری درست بکنیم که در یک فضای غیر متعارف وضعیت تهران و جایی که خب من خودم ازش خاطره داشتم نشون بده. خیلی جالبه برای من که کسانی که در ایران اینو تولیدش کردن، جوانهایی که این آهنگ تهران رو تولید کردن، کسانی بودن که حتی گذشته تهران رو، گذشته ایران رو ندیده بودن. سناشون همه خیلی خیلی کمتر از سن انقلاب بوده. بازم قشنگ خونمون از دور، غربت همین رویای غمگینه، غربت همین عکسای تا خورده است، تهران یه روزی خونه ما بود. بعد از آهنگ وقتشه، اعدام، دشمن، تهران که اجرا کردم، سیل آهنگ‌های سیاسی اجتماعی از داخل ایران به طرف من سرازیر شد. الان در دست تهیه تعداد زیادی از این نوع آهنگا دارم و امیدوارم که به زودی متوقف بشه، به خاطر اینکه مردم در عذابن و این نوع آهنگ‌ها به دلیل ناراحتی و نارضایتی مردم هستش که تولید میشه. من امیدوارم که دیگه یک روزنه و زیبایی و طلوع قشنگی روی مملکت نور بندازه تا اینکه ما بتونیم دیگه از این آهنگ‌ها نخونیم و بیشتر آهنگ‌های شاد و امیدوار کننده و دلگرم کننده اجرا بکنیم.